فقر و تنگ دستی فاطمه 35 ساله را همانند صدها نیازمند دیگر مجبور کرده است که در جاده های پایتخت دست فروشی کند. ظاهراً کمک های جهانی هیچ اثر مثبتی بر زندگی او نگذاشته است. شوهرم مریض است. کار بار کرده نمیتونه. 4 تا اولاد دارم. 3 بچه یک دختر است. یک مشکلات کرای خانم داریم. کرای خانم میتونم یک اتاقم میتونم 2000 روپیه. مشکلات های خود زندگی رو دارم دیگه. کدی مادرم میگردم هفته و فروشی روز 200 300 در خانه میبریم. در خانه ما زیاد مشکل است. همزمان با این سازمان جهانی مهاجرت می گوید که با وجود بحران‌های گوناگون در جهان، افغانستان نباید به باد فراموشی سپرده شود. افغانستان در یک مقطع بحرانی قرار دارد. جنگ دهه‌ها، آفت‌های طبیعی، تحولات سیاسی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی میلیون‌ها زن، مرد، پسر و دختر افغان را در نقطه شکننده قرار داده است. ما از جامعه جهانی خواهان پشتیبانی دوامدارشان هستیم تا بتوانیم عملکردهای مشترکمان را افزایش داده و به میلیون‌ها افغان امید دوباره ببخشیم. اما آیا کمک‌های بشری تا چه پیمانه بحران اقتصادی را در کشور حل خواهند ساخت؟ متاسفانه کمک‌های جهانی در قسمت کاهش سطح فقر مؤثر نبوده. گراف میزان تولید، میزان مصرف، میزان تقاضا و اشتغالزایی هنوز هم سیر نزولی خود را میپیماید. نیاز است نهادهای مددرسان از سیستم در قسمت توزیع کمک ها کار بگیرند که در آن سیستم کنترل جدی، نظارت، شفافیت به گونه جدی در نظر گرفته شده باشد. کمک های بشردوستانه میتواند که از شدت فقر در افغانستان جلوگیری بکند. اما این کمک ها اگر به شکل نقدینگی صورت بگیرد تا یک اندازه میتونه که بازار رونق بده، توان خرید مردم بلند ببره و سکتور خصوصی را یک بار دیگر زنده بکنه. در پی بدتر شدن اوضاع اقتصادی در کشور، در نشست مجازی سازمان ملل متحد 41 نهاد مددرسان جهانی وعده کردند که 2.440 میلیون دلار را در سال روانی میلادی به افغانستان کمک می کنند.